سلام، اینجا درنگ و ما با ماجرای دزدی بزرگ از امیر تتلو با شما هستیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشین. لایک و کامنت هم فراموش نکنین رفقا. امیر تتلو که با کنسرت اخیرش حسابی سر و صدا کرد و تیتر یک شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها شد، دست به افشاگری بزرگی زد و از کلاهی که سرش رفته گفت. امیر تتلو در کانال تلگرام خودش نوشت که همه درآمد کنسرت خرج خود برنامه شد و اون چیز زیادی عایدش نشده. اون همچنین گفت بزرگترین ضربه‌ای که خوردم چشم تو چشم شدن و بحث با هزاران نفر سر جاهاشون و بلیتاشون بود. عزیز من به زور که نمیتونید بیاید تو وی آی پی، برگردید به صندلیاتون. بریم بشینید سر جاهاتون. اینجا کسایی که اومدن هزینه بلیتشون $500 بوده، هزینه کردن یا کردی زرنگوازیه. بفرمایید سر جاهاتون دوستان، بفرمایید سر جاهاتون. هیچ کسی که بلیت وی آی پی نداره حق به این پایین اومدن نداره. من خودم دوست دارم الان اینجا پر باشه و یا من شاخم وی آی پی پره، ولی حق این دوستایی که $500 هزینه کردن ضایع میشه. از یه طرف چاره دیگه ای نداشتم و مجبور بودم برای حق و ناحق نشدن و ایمنی خانوادم و هوادارام این کارو بکنم و از یه طرف ضربه شدیدی قرار بود به هم وارد شه. من بازم دومی رو انتخاب کردم و دادم بره، حتی وقتی روحمو خواستم. من چیز اضافه تر از چیزی که بهتون گفتم نگرفتم، یه ماشین و اجاره یه ویلای یک ساله که در شأن امیر تتلو باشه. بقیه یه درآمد کنسرت همش خرج خود برنامه و عوامل و استیج و نور و سالن و صدا و تصویر و نوازنده ها و تمرین شد. بالاخره یه سودی هم باید کنسرت گذار و بقیه می بردن. درسته دستمزد من بخوای حساب کنی چندین برابر خواننده های بزرگ تاریخ ایران بوده، اما خب برای یک برنامه. خواننده های دیگه یه روز میرن سانچک و یه روز میخونن نهایت. من از کنسرت قبلی تا این یکی درگیر تتو و کار و تمرین و به روز کردن خودم و برنامه بودم. من فقط هزاران یورو هزینه تتوهام شد جدا از خرجای کنسرت. همین اجاره یک ویلا و خرید یه ماشین هم از خرجها در اومد و درسته ما رکورد درآمدزایی رو زدیم، ولی رکورد خرج و پرکاری رو هم زدیم و فکر نکنی چیزی به غیر از اونایی که براتون رو کردم به ما رسیده و نگفتیم. میخوام یه کنسرت 20,000 نفره بذارم این بار. بعد از همه این حرفا تتلو شروع کرد گله کردن از کسی که سرش کلاه گذاشته و نوشت بفرما. خندیدیم به روی یارو پررو شد. ویلامونو تحویل ندادن، بعد حرف میزنن، تمام کارامونو گذاشتن زمین. اینه که میگم به هیچکی نباید اعتماد کرد. یارو تا قبل کنسرت قسم جون بچهشو میخورد بالا پایین نکنه، حالا واسه ما تهدید هم میکنه قیمت چند؟ $150,000. تا امشب صبر میکنم، اگه ویلای ما رو تحویل ندادن آدرس و شماره شرکت و خونه یارو رو میذارم. هوادارا میریم پول بلیتتون رو از شرکت پس میگیریم. $150,000 باید به هوادارای من برگشت داده بشه. من این همه سگدو زدم، این همه زحمت کشیدم، بدون حتی یک اشتباه برنامه‌مو اجرا کردم. حالا نباید بشینم تو خونم استراحت کنم؟ حالا هم باید بشینم هرس بخورم بگم پولمو بدین؟ بعد این حرفا هم دستخط کسی که قول ویلا و ماشین رو بهش داده بود رو گذاشت و در آخر نوشت پول ویلا و ماشین واسه من مهم نیست و من خودمو دارم. کنسرت بعدی اجرای بهتری میکنم و پول بیشتری در میارم. من چیزی از دست ندادم، بقیه باید نگران باشن که قرار من و پردرآمدترین کنسرت‌های تاریخ ایران رو از دست بدن. از این به بعد به ایرانی اعتماد کردن اشتباه است. نظر شما در مورد حرفای تتلو چیه؟ به نظرتون حق با امیر تتلوه؟